سلام، درود خدمت همه دوستان عزیز، همه بچه های گل، همه مشتیا، همه رشتیا. امیدوارم که هر جایی هستین حال دلتون خوش و خرم باشه. همونطور که میبینین ما الان داخل یکی از رستوران های افغانستان هستیم، رستوران ترکیش. در خدمت آقا مشتبای عزیز قراره با همگی یک گپی داشته باشیم، یه صحبت هایی از این که من چطوری اومدم، چطوری به اینجا رسیدم و تا الان چجوری گذشته، و آقا مشتبایی که لطف کردن خیلی به ما کمک کردن و الان هم اومدن یه برنامه‌ای با هم دیگه ثبت کنیم، و همچنین بچه های دیگه ای که به ما ارادت داشتن. در خدمت آقا مشتبا هستیم، حاجی مشتبای گل. خواهش میکنم. سلام عرض ادب خدمت یک از شما دوستانی که بیننده یوتیوب چنل مهدی جان هستین، یوتیوب چنل 7mm، و یک سلام خاص تقدیم میکنم خدمت تمام افغانایی که در ایران هستن و خدمت تمام ایرانی های عزیز. خدا کنه که همتون جور و صحت و سر حال باشین، لباس عافیت برتن داشته باشین هر جای دنیا هستین. اول از همه بگم که خیلی ممنون از آقا مشتبای عزیز، تو این چند روزه کلی اذیتشون کردیم، کلی خوش به ما حال داده، کلی مهمون نوازی کرده، به جای همه مردم افغانستان، به جای تک تکتون که کامنت گذاشتین و گفتین او بچه این پسر ایرانی بهش حال بدین تا دیگه یادش نره، دیگه این چکرها رو هیچ وقت یادش نره. دقیقاً مهدی جان لطف میکنن، کوچک نوازی میکنن، عزیز خاص ما نکردن. لطف داری قربون. فقط من حیث یک افغان، من حیث یک شخصی که در وطن زندگی میکنیم و یک مسافر یا یک از کشور دوست همسایه ما میاد وارد افغانستان میشه و یک غوغا و یک تصویر دیگه بیرون از افغانستان دیدن، ما میخوایم چهره اصلی حقیقی و چیزی که ما مردم افغان هستیم و برشون نشان بدیم. و خوشحال هستیم از اینکه امروز مهدی جان از ما راضی هستن، خوش هستن، اما هم بسیار لحظات خوش و شیرین و پر از خاطره ها کنارشون داشتیم. جان مستی، قبل اینکه برنامه رو شروع کنیم بگم که ما الان هتل اینترکانتیننتال بودیم، آقا مشتبه ما رو برد اونجا، با مدیرشون صحبت کردیم، کلی از ما پذیرایی کردن، یه پذیرایی که اصلا فکرشو نمی کردم، مخصوصا این که فهمیدم من ایرانی هستم و حالا یوتیوب داریم، قرار برنامه درست کنیم و این داستانه، و حالا سیستم هایی که داره به امید خدا یه ویدیویی از هتل اینترکانتیننتال هم داریم که حتما بیننده باشید که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. آقا مشتبه اینجا جا داره من از دوستای عزیزم آقا شعیب، شبیر جان، دو تا شبیر هستن بچه هایی که اول ویدیوهایی با هم گرفتن، به دور از ادبه که ازشون تشکر نکنم، خیلی کمک کردن، اونا هم الان که در جمع ما نیستن خونه هستن، دارن استراحت میکنن. کلن مردم افغانستان به بچه های ایرانی لطف دارن، مخصوصا اینکه وقتی وارد افغانستان میشن. من از وقتی که وارد شدم از همون مرز هرات تا الان از یک نفر یه ذره حرف بد نشنیدم. چرا؟ خب مهدی جان قسم است، ما میخوایم کوتاه مختصر بگم، این سیاست بحث جداست، ولی بله، این یک چیز کلا جدید است که بین ما افغان ها و ایرانی ها خط و مرز کشیدن. درست است، شما مهمون نوازی میکنید مهدی جان، خوشحال هم به هر حال شما الان مهمون بنده اید. الله مرسی، در داخل چنل مهمون ما هستن، ما هم باید رسم ادب و داشته باشیم. خود شما مرسی. جان مستی، جان مستی دیگه. این خط و مرز که کشیدن اصلا یک چیز جداگانه است، ولی ما همه فارسی زبان ها، همه دری زبان ها، همه برادر هستیم. جایی که مسلمان از بیادر ماست، جایی که اسلام از بیادر ماست. دقیقا همینطوره بچه ها، تا جایی که میتونید پخش کنید داخل تیک تاک، اینستا، فیسبوک، هر جایی که دوست دارین که مردم ایران بدانن و متوجه شفن که الان در داخل افغانستان راحت میتونن بیان تفریح کنن، چکر بزنن. اون چیزی که من بیرون از افغانستان دیدم و چیزی که الان در داخل افغانستان میبینم واقعا زمین تا آسمان فرق داره. حالا یه سری حرفا رو نمیشه که گفت و نمیشه وارد یه سری جزئیات بشیم، چون نمیشه دیگه. به تو چه؟ آره، خلاصه اینجوری شد که به اینجا رسیدیم و بیاییم. باور کنیم بچه های افغانی که داخل یعنی خارج از کشور هستیم، پاسپورت داریم، بیاییم سر بزنید، دور بزنید و ببینید از زیبایی ها و از حال و هوایی که من داخل شهر میبینم به عنوان یک غریبه، یک
غریبا هم که نیستم، به هر حال همزبون ما باشم. رفتاری که با من داشتم به خدا باور نمیکردم، انگار داخل کشور خودم هستم. چرا من حرف میزنم شما صحبت کنید؟ خب خواهش میکنم مهدی جان، فکر کنم برنامه قسمی است که ما خودمونی داریم اینجا. بله دقیقا خودمونی هستیم. بله قصه‌ای میکنیم که آزاد قصه‌ای میکنیم که دی 3 4 روز سپری شده. بله کارهایی که قدیم سپری شده را قصه میکنیم و برنامه‌هایی که آینده داریم کم کم میگیم دیگه، بازو باشه جزئیاتش در ویدیو ببینن دوستان. دیگه ما تقریبا یک روز گذشته بود که امرای خود مهدی جان دیدم که وارد کابل شده بودیم. میونه کلمات اگه میشه از زمانی که منو میشناسی و اون موقع که با چنل پریفان حالا یه توضیحاتی بدین که به اینجا برسیم، بعد خیلی جالب بود آشنایی ما. دقیقاً خب ما میخوایم مختصر بگیم که زیاد وقت نگیریم. دقیقاً 3 سال قبل وقتی که کابل تحولات آمده بود و سقوط شده بود، خب همگی خانه بودیم و کدام فعالیت و یا مسئولیت خاصی نداشتیم. همگی دنبال ویدیوها بودن، ویدیو میدیدیم در اینستاگرام، در یوتیوب. اینجا من رفتم در یوتیوب چنل و دیدم اولین یوتیوبر ایرانی بودن که بالای ولایت‌های افغانستان، بالای موسیقی افغانستان، بالای فرهنگ و رسم و رواج و عنعنات افغانستان ریاکشن می‌رفتن. خب جالب بود برام، می‌دیدم و ریاکشن‌هاشون، واقعا گفتارشون، کلماتشون بسیار شیرین و بسیار الفاظ شیرین استفاده میکردن. بعدش سابسکرایب کردیم مهدی جان و پله به پله ویدیوهایتان رو میدیدیم، تعقیب میکردیم و واقعا در بعضی ویدیوهایتان معلومات ها و چیزهایی که در مورد ولایت های افغانستان میگفتین زیادتر شما ندیده بودیم و نمیفهمیدیم. آره من خیلی کامنت داشتم از بعضی از بچه ها، میگفت ما اینجا رو نمیدونستیم، ما این اطلاعات رو نداشتیم، ما این فلان و فلان. میفرمودیم بله دیگه. دقیقا از این موضوع 3 سال گذشت، ما چینل شما رو دیدیم، ویدیوهایتون رو میدیدیم از چینل شما را، از پریفان. بله دیگه بهتر از نام چینل تون بگیم. بله. سفن مما و سر ایرانی. بله خب یوتیوبرای زیادی هستن از ایران، ولی شروع دیدن ویدیو ایرانی ها از ویدیو شما بود. بله دقیقاً من زیادتر حرفای دری یعنی فارسی رو بلد نبودم، نمیفهمیدم. خب بعضی اصطلاحات هر زبان داره است، خود آدم متوجه نمیشه در بار اول، ولی راه باز کردنش توسط ویدیو شما بود که من ویدیو. بله، شما را دیدم. بله. بعدش رفتیم روی ویدیوی رضا و آقا رضا میگن یک یوتیوبر ایرانی هستن. بله. با خانم سحر هم کار هستن. آره. ویدیوی اونا را میدیدیم، کمره مخفی هایشان، از شما را میدیدیم، از پریفان را میدیدیم. خب جالب است چون همه. بله. همه ما زبان هم دیگر متوجه میشیم، ولی یک کم فرق داره دیگه. از این گپ 3 سال گذشت که یک مهمانی بودیم، یک محفل بودیم، خانه اومدم مهدی جان یوتیوب تماشا میکردم، دیدم که ساعت 3:30 شب بود. خب خواب نمی برد، از آرسی آمده بودیم. وقتی که دیدم اونجا به به چینل سفنمم آقا مهدی وارد کابل شده، ویدیوتون در شهر نو دیدم، دقیقا رستوران لکی 5 که میرفتم. بله بله بعدش گفتم بله روبرویش هستیم دقیقا. بعدش گفتم که هر رقم که میشه باید امروز شما هم کلام شویم ببینیم، چون که یک آدم از 3 سال ببینی ویدیوهایش اگر پایش بشنی، خب اشتیاق از این رو میداشته باشی که از نزدیک معرفی شوی کتش. وقتی که دیدیم تو نگه واقعا یک انسان خوش اخلاق، عزیز ما، خوش سلیقه و قسم رویه میکنن که اصلا فکر از این رو نمیکنیم که امروز آمده باشن یا مثلا ایرانی باشن. و ما شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگیم. قربونت بشم عزیزم. مشتبه جان موقعی که پیام داد 4 شب بود ما خواب بودیم، بعد به پریسا هم پیام داده بود، پیام گذاشته بود، بعد من صبح بیدار شدم پریسا برام پیام داده بود جواب پیاماتو بده، جواب کامنتاتو بده، جواب اینستاتو بده. گفتم چی شده؟ بعد یه اسکرین شات از پیام مشتبه جان فرستاد، منم همون موقع بهش پیام دادم و خلاصه رفتیم جلو. مشتبه چقدر کامنت گذاشته بود، اینستا رو رفتم باز کردم، خیلی پیام گذاشته بود و و و نگم براتون، و به قول خودشون نخوابیده بود. این از لطف بی نهایت مشتبه جانه که به هی زنگ زدم گفتم ببینمش، ببینم به هر حال بچه‌ای که دوست دارن همو ببینیم، میگم باهاشون ارتباط میگیرم، راه زیاده. دیدیمشون و انگار نه انگار الان 3-4 روز رفیقیم، به خدا انگار خیلی سال با هم رفیقیم، انقدر با هم صمیمی شدیم و از لطف بیکرانشونه که یعنی من به زبون نمیتونم بیارم این همه خوبی، این همه مهمون نوازی، و ایشالا بتونم جبران کنم اینو از صمیم قلبم میگم. خواهش میکنم واقعا.
ما اولین چنل هایی بودیم، من و پریفان، که ریاکشن رفتیم به همه زیبایی های افغانستان. اون موقع هیچ کسی در داخل یوتیوب همچین داستانی نداشت. ما اوکیش کردیم، استارت زدیم و الان که میبینید بچه ها همه ریاکشن میرن دیگه، صفحه بود که ما پن کردیم و یه فرهنگی بود که جا انداختیم. و یه چیزی من الان بگم، ما قشنگ دری رو میفهمیدیم که استارت زدیم. ما قشنگ، یعنی من خودم قبلا اطلاعاتش رو داشتم، با خیلی بچه افغان رفیق بودم که استارت زدیم. ولی گفتین یک 10 سال میشه کمره افغان ها دوست هستم. همینطوری الکی نیومدم که بگم آقا برای نمیدونم ویو، برای معروف شدن. من اصلا دوست ندارم معروف بشم، بیشتر دوست دارم دوست داشته باشن مردم منو، که مثلا اگه یه رفیقی به اسم مشتبه کامیاب شیده بگم مهدی جان دو کاره بشیده، مثلا اگه یه رفیقی دارم به اسم مشتبه، فقط دوستم داشته باشه، نه اینکه من بگم آقا من معروف. نه، من هیچ آنچنان آدمی نیستم که بگم مثلا به جایی رسیدیم و فلان. همین که بچه های افغانستان به ما لطف دادن، با هم رفیقیم، با هم برادری، من کوچیک همه تون هستم و با همه در ارتباط هستم، همه کسایی که پیام دادن، تک تک کامنت ها رو میخونم، جواب میدم و خلاصه اینجا. واقعا یک چیز میخوایم با دوستا بگیم، کسایی که کانال آقا مهدی رو سابسکرایب دارن، واقعا هر کامنتتان برش بسیار عزیز است، بسیار میخوانم، بسیار میگه که مشتبه جان ببین این دوستمو این کامنت مونده چی کنیم، اینجا بریم یه زن کامنت ها رو براشون میخونم. بله چی کنیم، چطور کنیم، اینجا بریم، اینجا چطور است، اونجا چطور است. ولی آقا مهدی که هستن بسیار با وقت کم آمدن افغانستان، واقعا با وقت کم آمدن و او وقتی که مقدار وقتی که تعیین کردن بخاطر سیل کردن از کابل و گشتن در کابل، دیدن از ولایت افغانستان کلومه. من اصلا یه برنامه دیگه داشتم، گفتم برم ولایت ها رو بگردم. با این داستانی که الان اینجا داریم، به خدا آدم فقط باید یک ماه کابل رو بگرده و اطرافش رو، بعد مثلا بره این بر اون بر، که برنامه های خیلی خاصی داریم رو به جلو، اونا سورپرایز بمونه. دقیقا هست دیگه. باز میشه وقتی که مهدی جان دیدیم، اصلا امروز یک برنامه داشتیم، آره دیگه شام که شد نمیشه جای بریم، باز گفتیم که چی کنیم، مهدی جان گفتن خیلی بریم یک انترکانتیننتال چطور گپ پس ببینیم نبینیم میریم، گفتیم یک توکل به خدا میبینیم، امروز مدیر صاحب گپ میزنیم چی گفتن یا دارن قوانینشان چی هست، شرایطشان چی هست. ولی واقعا به گفته مهدی جان، وقتی که ما وارد اینترکانتیننتال شدیم، از شروع کمون چک پوینت اول تا داخل تا اتاق به حساب ریاست اینترکانتیننتال، یک پذیرایی خاص شد مهدی جان. خیلی محترمانه صحبت کردن، وقتی بفهمن توریستی از یک کشور دیگه اومدی، اصلا رفتارها اون چیزی نیست که میبینی، تصور میکنی. من خودم اینجوری میخوام بهت بگم، من در مورد رفتار مردم صحبت میکنم، در مورد رفتاری صحبت میکنم، اخلاقی صحبت میکنم که از خود ما مردم برگرفته، بچه های افغانستان و بچه های ایران، که به دید من هیچ تفاوتی ندارن با همین، چون قبلا ما همه یکی بودیم. دقیقا دیگه واقعا بسیار مهمان نوازی خاص شد از مهدی جان و جا داره که از مدیر صاحب فروشات اینترکانتیننتال تشکری کنیم، آقا سمی جان قند. بله برنامه ها داریم، برنامه ها زیاد است، خدا کنه که رسیدگی بتونیم و کوشش خدا میکنیم. آره واقعا مهدی جان زیاد زحمت میکشه که بهترین ها رو برای شما تقدیم کنه. بله یکی از سابسکرایبرهاش خودم هستم، جانم هستم، ایره واقعا میبینم که چقدر زحمت میکشه عزیزم. اگه قد زحمت نمیکشید امیل از ان سابسکرایبش میکنم. ولی واقعا زحمت میکشه. من تنهام کامرمن ندارم، خیلی بچه ها میگفتن دوربین میدرزه. بچه ها به خدا همین بچه ها خودمون زحمت میکشن که دوربین رو میگیرن، یه ذره این بر اون بر میشه، شما به دل نگیریم. قسم که تصویر میگیرن تجربه تصویر برداری رو ندارن، میگم. تجربه ندارم، مثلا الان یکی دوتا ویدیوست که مشتبه جان دست شر نکنه برها کامره رو میگیره، فیلم میگیره و اینا، ولی خب یواش یواش آدم باید پیشرفت کنه، میره جلو. میگم اینو به دل نگیرید، اینو قرار بود خیلی گفته بودن خیلی از بچه‌ها. یک چیز بگم دوستا که ویدیو قبلی را که میبینین از من اسم ویدیو نگرفته، آقا که نگن که مشتبه جان چه کامره را میرازن، از بچه های دیگه است، بچه ها میدونن اونا خیلی زحمت کشن، خیلی براشون شروع ویدیو که گرفته ما از تپه وزیر محمد اکبر خان است. آره از اون ویدیو و تا امروز ویدیوی که از هتل از رستوران
استانبول فامیلی داشتیم. بله بله. این دو برنامه رو ما ویدیو گرفتیم. بله بله. نگرای شما نگرفتیم. دوستان اگر که مشتاق باشن چرا بچه‌ها گم که زحمت کشیدم میگم شعیب جان، شبیر جان، اون یکی شبیر جان که مدثر جان، مدثر جان. آره. بله. و امروز دوست ما میلاد جان. آقا میلاد بله اسم خیلی زیاده واقعا تشکر دوستا میکنم. بسیار بسیار محبت میکنن امروی مهدی جان وقتی که آگاهی پیدا میکنن که آقا مهدی امروی ما است تماس میگیرن مشتبه جان کجاستی مشتبه آره. آقا مهدی کجاست واقعا. کجا میتونیم ببینیم کجا بیم بازگه خما و آقا مهدی هم دگشت هستیم نگه گاهی آره. میگیم اینجا وقتی که اونجا میرسه برنامه تمام شده رفتیم اینجا نگه ما اونجا هستیم ولی الحمدلله الحمدلله به هیچ کس کم رسایی نشده تا فعلا آره. با همگی رسیدگی میکنیم و همگی دوستا را کت خود داریم. آره واقعا همه ویدیوها رو که میگیریم من مثلا شب میرم هتل باید بشینم همه رو جور کنم بعد از این بعد تموم کارهای یوتیوب خودم انجام میدم اصلا پاره شدم پاره شدم به قول اینا خیلی خسته میشم ولی چون شور و ذوقشو دارم و اومدم پفری اومدم چکر افغانستان رو ببینم میگم ما اونطوری حرفه‌ای نیستیم که یه دوربین خیلی حرفه‌ای باشه یه کامرمن فوق‌العاده حرفه‌ای ادیتای فوق‌العاده حرفه‌ای نه این از دیداره اومدنه مهم این گپ‌هایی است که میزنیم حالا ویدیوهایی که میگیریم از جاهای مختلف افغانستان اگه کم و کاستی میشه دیگه بدر نگیریم ایشالا در سفر بعد با تجهیزات خیلی خفن‌تر و با افراد بیشتری میام این قول رو همینجا بهتون میدم و در سفرهای بعد کلی قرار بیشتر خوش بگذرونیم دقیقاً با تجهیزات بسیار چیز و ناچیز مهدی جان کوشش داره که بهترین ها رو بگیره ضبط کنه ثبت کنه بله یکی از کامنت ها رو بخونم برای یکی از بچه‌ها نوشته بود که من افغانی هستم جرئت نمی‌کنم برم تو چطور جرئت کردی رفت و یکی از بچه‌ها نوشته بود که مثلا یه ویدیو اول گرفته بودم نوشته بود این چه پذیرایی هست مثلا رفتی کباب از بیرون گرفتی آوردی دادی به مهدی جان و حالا داستان‌های دیگه‌ای که نوشته بودم من یه چیزی باشه مهدی جان می‌خوام که مثلا طرفت بیام ولی ما چیزی می‌خوام بگیم دوستا که مهدی جان همیشه غذا از بیرون نمی‌گیره میرا باید از بگم آره. دوستایی که مهمان میکنن یا در مهمانی که میریم ما تصویر نمیگیریم همون میخواستم بله. همینو بگم من نمیخوام فیلمشو بگیرم بله. که آقا این غذا رو آورد آو این فلان آورد این فلان آورد آقا مهدی فود تستر نیستن اینجا آره دقیقا من حالا دیگه نظر من اینه دید من اینه که زیاد از مهمونی ها و پذیرایی هایی که بهم میکنن فیلم نگیرم همون شب اول که آقا مهدی همراه ما معرفی شدن ما رفته بودیم یک مهمانی از یکی از دوستان بودن با نام حسیب سادات بله که مهمانی بود اونجا جناب محترم ولید صافی اونجا حضور داشتن روی جان ربانی زاده اونجا حضور داشتن و حسیب جان سادات هم اگه اونجا بودن خیلی خیلی زیاد بودن بله بله و آقا مهدی اونجا بودن اصلا آره. ولی ویدیو نگرفتن دقیقاً. چون که گفتیم یک مهمانی خودمانی است راحت تر باشه دقیقاً نمیشه از اینطور مهمونی ها زیاد ویدیو بگیری که دیگه وقتی شما یه جای دعوتی میری میشینی این کارا بی ادبی از نظر من که من بیام آقا مثلا اینو به من داد خوردم ما برای خوردن به اینجا نیومدیم اومدیم که ارتباط بین مردم رو بیشتر کنیم مردم ایران و افغانستان بچه‌هایی که بیشتر با هم رفیق بشن احترامایی که روز به روز بیشتر بشه بچه‌ها باور نمی‌کنید من انقدر بهم احترام شده انقدر بهم پذیرایی شده که واقعا واقعا شرمندم بعد خیلی هیجانیم خیلی حالم خوبه خیلی داره به هم خوش میگذره میخوایم بگم در سرک روان هستیم یک دفعه که از یک برمه آقا مهدی ایران میمونیم بیا بریم خانه بریم خانه بریم نان خوردن ولت هم نمی کنه ما هم هستیم وسط برنامه آقا مهدی میگه نمیشه ما برنامه سب داریم بعد میگه حتما باید بیاییم آره. آقا مهدی میگه شماره آقا مهدی هنوز سیم کارت افغانستان نگرفتن دقیقاً بعد سیم کارت ما است و ما امروز همیشه هستیم خواهش میکنم باز میگم ما سیم کارت واتساپ ته بده میگن نیست واتساپ نیست چیزی نیست به خاطر که محبت دوستا زیاد است آقا مهدی اگر دعوت شوه رسیدگی نمیتونه و اینم میگم خیلی از پیام ها هست دعوت کردن خانه ما بیا من راحت نیستم برم خانه دوستان که مثلا شب اونجا بمانم و فلان چون به هر حال باید بیام تو هتل تنها باشم یه سری کارا رو انجام بدم کارا رو بندازم جلو و
در طول روز تا جایی که بتونم میرم مهمون میشم، برای اینکه روی بچه ها رو زمین اندازم، میرم میبینمشون، باهاشون صحبت میکنم. این یه چیزیه که به هیچکی نه نگفتم، به هیچکی تا الان نه نگفتم. مشتبه جان شاهد این دو سه روزی که با هم هستیم و سفر ما همچنان ادامه دارد. خواستم فقط تشکری کنم از مردم خیلی خوب با معرفت، با اینکه اینجا اقتصاد واقعا ضعیفه، یه سری از مردم هستن که به سختی زندگی میکنه، ولی وقتی مهمانی میاد اصلا این چیزا مطرح نیست. مهدی جان در افغانستان قسم هست که هرچقدر اقتصاد پایین باشه، ولی وقتی که یک مهمان میاد سفرهشان بزرگتر و بزرگتر میشه و همه چیزی که دارن میمانن پیش روی یا جلو مهمان. بله. که صرف طعام باشه، هر چیزی که باشه کوشش نمیکنن کم کاست وجود داشته باشه. دقیقا، این یه چیزیه که من 10 سال از داخل یعنی از مردم افغانستان دیدم، ولی وقتی وارد افغانستان میشه یه چیز دیگه است. ما میخوایم در جریان برنامه مهدی جان از خودت یک سوال داشته باشم. جانم، تصویری که یا ذهنیت که یک روز قبل از اینکه وارد افغانستان شوی، منیسی یک یوتیوبر، منیسی یک ایرانی، چی تصویر از افغانستان و مردم افغانستان در ذهن داشتی؟ ببین، من از قبل خود مردم افغانستان رو میشناختم، باهاشون ارتباط داشتم. من گفتم الان برم لب مرز، خیلی گیر میدن، قشنگ میگردنه همه جوره، فلان اذیت میکنه. اصلا اینجوری نبود. موقعی که از لب مرز خواستیم بیایم هرات، گفتم مثلا الان قیمت ها 10 برابر میکنن بدونن ایرانی. دیدم هیچ فرق نداره، یه بچه افغان اونقدر قیمتشه، منم اینقدر همونقدر مثلا کرایه هم بود. وارد هرات که شدم، یکی دو تا از دوستان اومدن، جعفر جان آره قراره بریم هرات، هرات هم برنامه های خاصی داریم. اومد تا فهمید که من وارد هرات شدم، زنگ زدم بهش، 10 دقیقه نکشید اومد منو چرخان، گفت میخوای چیکار کنی چیکار نکنی، بریم خانه فلان هتل این بر اومد. گفتم نه، میخوام برم کابل. بعد اومدنی همان خلاصه رفتیم تیکت کابل رو گرفتیم اومدیم. من خواستم زمینی بیام که ببینم مثلا وضعیت جاده چطوره، اوضاع چطوره. بعد حالا سیستمی بود که داخل ذهن خودم بود. بله. و وارد کابل شدیم و به هر حال برنامه ها رو یواش یواش گرفتیم تا اینجا که اومدیم. برنامه های خیلی جذابی گرفتیم و تلویزیون آرزو حتما ببینید که اونم یه شبه میشیم در موردش صحبت میکنیم. دقیقا اینجوریه که تا اینجا اومدیم. اینجا ویدیو رو به پایان برسونیم تا ویدیو گپ زیاد است. واقعا آره. گپ زیاد است و باز هم میشیم در موردش صحبت میکنیم، در مورد سفر، در مورد داستان ها و یک ویدیو هم اختصاص بدیم فقط به کامنت ها. آره. در آخر برنامه ما میخوایم تشکری کنم از تک تک دوستایی که در شهر و جاده ها همیشه امرای مهدی جان که هستی میبینن و استقبال میکنن. واقعا شما یک چهره دیگه، یک لطف و مهربانی و مهمان نوازی دیگه را با رخ خارجی ها همسایه و دوست میکشانین و نشان میتین که ما مردم افغانستان چی کلتور، چی فرهنگ، چی رسم و رواج داریم. دقیقا. در مهمان نوازی خود، در استقبال از مهمانای خود، این باید به گوش همه جهانیان برسه. و میخوایم از همینجا بگویم همه اشخاص که بیرون از افغانستان هستن، واقعا افغانستان امن شده. پیر مهدی جان میبینه و شما در ویدیوهایش میبینین، بیاین در وطن بگردین، بشینین، بخیزین، دیدار از دید و بازدید از فامیلایتان داشته باشین. حرف خیلی داریم، به خدا من میشینم حرف بدم بزنم تا صبح تمام نمیشه. دقیقاً از خوبی ها، از چیزهایی که دیدم، عجیب غریبه، خیلی عجیبه. هر جایی که میرم مهدی جان میگم من اینو تصور نمیکردم. واقعا. آره، برنامه رو به پایان برسونیم. مرسی که تا اینجا بودی. ممنون از آقا مشتاق عزیز. باز هم با هم دیگه برنامه داریم ان شاء الله. جانم استیو بچه. خب ما هم با همگیتون وقت خوب و خوش میخوایم. انشالله تا برنامه بعدی ایشالله همیتون رو به خداوند پاک یکتا میسپاریم. آره. و من تقدیم میکنم صحبت هارمون مهدی جان. خدافزی خدا داشته باشم. مرسی که تا اینجا بودی. از آقا مشابه تشکر میکنم، از همه دوستانی که کمک کردن، مهمون نوازی کردن، از همه بچه هایی که خیلی کامنت های مثبت، کامنت های پر انرژی گذاشتن. میگم یک روز در مورد کامنت ها صحبت میکنیم. مرسی که تا اینجا با ما بودین. هر جای این دنیا هستین، همیشه حال دلتون خوش و سلامت باشین کنار عزیزانتون. مرسی که بودین. تا ویدیوی بعد. الله حافظ. بای بای.